سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق سرت والشوق طريقي جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم خدمت همه عزیزان و بزرگواران، همه بینندگان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم در سلسله برنامه‌های درس‌های از حج همه شما عزیزان را خوش آمدید می‌گویم. الله سبحانه و تعالی سرزمین مبارک مکه مکرمه و این سفر با عظمت را نصیب همه بینندگان عزیز و گرامی نصیب همه امت اسلامی بگرداند. باز هم پیرامون دروسی که از تلبیه من و شما میگیریم، کسی که عازم این سفر مبارک می شود و در ابتدا شعار توحیدی را سر می دهد، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. در جلسه گذشته یا برنامه گذشته پیرامون توحید و موحدین، پیرامون فواید توحید و ثمرات توحید و اثرات توحید در زندگی یک انسان بیان شد و همچنین پیرامون شرک و مشرکین و عواقب شرک که چی خطرهای در عقب داره، روی این موضوع هم به طور خلاصه و فشرده اشاره کردیم. حالا با جمله دیگر این شعار حجاج که حاجی عزیز این شعار را سر میده، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، همانا تمام حمدها از آن پروردگار عالم و نعمت از آن الله سبحانه و تعالی، صاحب نعمت الله است و الملک و پادشاهی برای خداست و از آن الله سبحانه و تعالی می باشد. وقتی که حاجی محترم میگه ان الحمد و النعمت لک و الملک، اینجا این درس رو میگیریم و حاجی محترم این درس رو میگیره که حمد از آن خداست و هر روز هم در نماز من و شما میگیم الحمد لله رب العالمین، تمام حمدها، همه زیبایی‌ها، همه ثنا و ستایش از آن پروردگار عالم هست. حالا در اینجا بحث حمد و نعمت آمد، یعنی میتونیم به عبارت دیگر بگیم بحث حمد و شکر آمد. قرآن عظیم الشان هم پیرامون انسان‌هایی که حمد پروردگار دارن، انسان‌هایی که شکر پروردگار عالم را دارن، بندگان شاکر الله سبحانه و تعالی. پس
باید این درس را بگیریم وقتی که حاجی میگه ان الحمد و نعمت لك و الملک. این حمد که در اینجا حاجی میگه حمد از برای خداست و نعمت که وقتی برای ما انسان ها رسیده این از جانب پروردگار عالم هست، باید صاحب نعمت را حمد و شکر گفت و پادشاهی از آن پروردگار عالم هست. حمد چیست و شکر چیست؟ فرق بین حمد و شکر باید اول بیان کرد و تا اینکه ما بفهمیم و بدانیم و همیشه کام و زبان ما باید معطر به حمد پروردگار عالم و شکر پروردگار عالم باشه. ارتباط به حمد و شکر، بعضی از علما میفرمایند فرق بین حمد و شکر نیست. بعضی علما میفرمایند، مفسرین بیان میکنند که بله فرق هست بین حمد و شکر. از جمله کسانی که میگوین حمد و شکر به یک معنا هست و یک چیز هست، ابن جریر طبری رحمه الله میگوید که حمد و شکر به یک معنا هست، اما طوری که گفته میشه الحمد لله شکرا، پس در اینجا حمد و شکر به یک معنا آمد. و بعضی دیگر از مفسرین اهل علم می فرمایند که نخیر، فرق بین حمد و شکر در لغت و در اصطلاح فرق گذاشتن، که از آن جمله ابن کثیر رحمه الله می گوید بین حمد و شکر فرق هست. فرق چیست؟ به طور خلاصه و فشرده اینه که حمد مختص لسان هست، مختص لسانه. به زبان خود میگیم الحمد لله رب العالمین. اما شکر چیه؟ شکر تعلق میگیره هم به لسان و قلب و جوارح، یا به تعبیر دیگر حمد، به مقابل نعمت و بدون نعمت. شما حمد پروردگار را میگویید، نعمتی به شما رسید حمد میگویید، و نرسید هم حمد پروردگار عالم را، ثنای پروردگار عالم و ستایش پروردگار عالم را دارید. همیشه من و شما میگیم الحمد لله رب العالمین. اما شکر فرقش با حمد اینه که شکر به مقابل نعمت هست. وقتی که نعمت پروردگار عالم را احساس کردید و نعمت پروردگار عالم برایتان آمد، آنجا شکر میکنید. وقتی حمد پروردگار عالم را گفتید، آن حمد شکر پروردگار عالم هست. به اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر کسی شکر پروردگار عالم را داشت، شکر پروردگار عالم را کرد، چی میشه؟ لأزیدنکم. الله سبحانه و تعالی میگوید که کسی که در مقابل نعمت بنده شاکر بود و شکر الله سبحانه و تعالی را کرد، آن وقت الله اضافه تر می دهد. اگر شما عبادت را انجام می دهید و در مقابل اون عبادت شکر الله را جا می آورید که یا الله من شکر می کنم که این توفیق تو بود، الله سبحانه و تعالی توفیق بیشتر عنایت می فرماید. اگر نعمت مادی است، تو در مقابل اون نعمت شکر الله سبحانه و تعالی را می کنی، الله سبحانه و تعالی اون نعمت را بیشتر و بیشترتر میگرداند. به اینه که فرق بین حمد و شکر، شکر به مقابل نعمت، حمد هم به مقابل نعمت هم بدون نعمت
باید که حمد پروردگار عالم را همیشه به زبان داشت. به اینه که حاجی عزیز وقتی که حرکت میکنه با اولین گامی که به طرف سرزمین مبارکه مکه مکرمه وقتی تصمیم و اراده این سرزمین را برمیداره، شعارش اینه که ان الحمد و النعمت لک و الملک. پس به هر حال شکر نعمت، نعمتت افزون کند. از این نعمت بهترتر چی باشد که الله سبحانه و تعالی سرزمین مبارک مکه مکرمه را نصیب میگردانه؟ از این نعمت بیشتر چی باشد که دیدار کعبه معظمه، مقام ابراهیم، ملتزم و رکن یمانی و حطیم و صفا و مروه و آب زمزم و بالاخره و سایر مشاعر مبارکه و مقدسه نصیب می شود؟ باید که حاجی این درس را از این سفر مبارک این درس را بگیره که جزء این شعار بیان حمد، بیان نعمت. پس باید هر وقت و زمانی که برای انسان نعمت میرسه، انسان باید بنده شاکر الله سبحانه و تعالی باشه. و می فرماید ان الحمد والنعمت لك والملك، پادشاهی از آن توست. الله سبحانه و تعالی پادشاه حقیقی هست، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، مالک روز قیامت هم الله هست، پادشاه روز قیامت هم الله هست. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. پادشاهی از آن کیست؟ از آن الله سبحانه و تعالی است. و همچنین آیات دیگری که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه، له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدير. برای خداست پادشاهی، برای خداست حمد و ستایش، او ذاتی که بر همه چیز توانا هست. وقتی ما در دنیا پادشاهان را میبینیم، این پادشاهان قدرتشان محدود هست، صلاحیتشان محدود هست، آن حکمرانیشان محدود هست. پادشاهان دنیا پادشاهیشان ارتباط میگیره به یک زمان، به یک مکان. اما پادشاه حقیقی که مالک یوم الدین هست، چنان پادشاهی است که پادشاهی او نیاز به زمان و نیاز به مکان و به اینها نداره. مالک یوم الدین، پادشاه روز جزا. و اینه که حاجی میگه ان الحمد و النعمت لک و الملک، پادشاهی از آن توست. چرا این شعار حاجی سر میده؟ باز هم در این نکته هم دروسی نهفته هست که از این درس ها میگیره. چی درس های؟ انشاءالله بعد از میان برنامه با ما باشید بیان میشود. وصال حق، ندای حقیقت. مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ان الحمد و النعمت لک و الملک، همه حمدها و ستایشها و صاحب نعمت و پادشاهی از آن توست یا رب العالمین. حاجی شعار سر می دهد که پادشاهی از آن توست، امر و نهی از آن توست. اینجا این شخص، کسی که لباس احرام را پوشیده
و شعار توحیدی را سر می دهد، اینجا متوجه میشه که من در مقابل پادشاه حقیقی استاده هستم. این لبیکی که من میگویم در خدمت امر پروردگار عالم و در خدمت دین الله سبحانه و تعالی، و او هم پادشاه حقیقی است، پادشاهی که امر و نهیش چنان امر و نهیه که برای من واجبه که به او چیزی که امر کرده بپذیرم و به او چیزی که نهی کرده خود را باز بدارم. ان الحمد والنعمه لك والملك، حمد و ستایش از آن خداست، نعمت از آن پروردگار عالم هست، نعمت های مادی و معنوی. و ان تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت پروردگار را بشمارید نمیتوانید. باید که از صاحب نعمت تشکری کرد، باید سر به سجده گذاشت و در سجده بگویید که یا ربی لک الحمد و لک الشکر، ای پروردگار من تو لیاقت و شایستگی حمد را دارید و تو لیاقت شکر و سپاسگزاری را دارید. به اینه که انسان در این جملات جایگاه خود را متوجه میشه، در این جملات متوجه میشه که این نعمت از طرف کی برای من آمد، این نعمت هایی که از چشم و گوش و زبان و عقل و فکر و نعمت هایی که مادی و معنوی، نعمت دین، اسلام، قرآن، این توفیقات را کی نصیب من کرد؟ این پادشاه حقیقی، پادشاهی که خالق زمین و آسمان هست. در ادامه این شعار باز هم حاجی چی میگه؟ شعارش چیست؟ در ابتدا گفت که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، در اخیر میگوید لا شریک لک، شریکی نیست برای تو، شریکی نیست. علما میفرمایند به این که گفته شد شریکی برای تو نیست، در اخیر بعد از حمد و بعد از نعمت و بعد از ملک، از این چی درس میگیریم؟ ای را به ما میفهمانه، این درس را به ما میآموزانه که حمد که میگویید در حمد پروردگار کسی را شریک نساز. وقتی ثنا و ستایش پروردگار را میگویید، نعمت را الله برای تو داده. تو اگر بروید از یک قبر، از یک کسی که هیچ توان و استطاعت نداشته و نداره و هیچ نفع و ضرر رسانده نمیتوانه، میری از او تشکری میکنی، در حقیقت تو متوجه باشی که بیم شرک هست. نعمت را الله داده، تشکری از دیگه کس میکنی. فرزند را الله داده، میری سر قبر، میری پیش فلان و فلان و فلان، و همچنین متوجه باشید که در این کائناتی که میبینید، او ذات یگانه هست که حکمرانی داره، پادشاه حقیقی اوست. لا شریک لک، در حمد هم شریک نداره، در نعمتها هم شریک نداره، در ملک و پادشاهی هم شریک نداره. جمله اخیر تلبیه که وقتی تکرار میشه که لا شریک لک،
شریکی نیست برای تو. حاجی باید بفهمه که حمد مختص الله است، ستایش مختص الله است. حاجی محترم وقتی که عزم و اراده سرزمین ابراهیم علیه السلام کرده، باید که این شعارش باشه که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. به هر حال دروسی که از این شعار توحیدی حاجی محترم گرفته، درس شناخت توحید، درس شناخت شرک و عواقب شرک، و درس این که صاحب نعمت ذات اقدس الهی هست. واقعا چی لذت داره که حاجی محترم، حاجی عزیز، شخصی که شهر و دیار و وطن و زن و فرزند و تجارت و زراعت و همه کار و معامله، بیع و شراء، درس و تعلیم و تدریس و همه را کنار میگذاره، حجاجی که عازم سرزمین مبارکه مکه مکرمه میشوند، یکی تاجر هست تجارت را ترک کرده، یکی زراعتکار هست زراعت را ترک کرده، یکی معلم هست معلمی را ترک کرده، یکی مدرس هست مدرسی را ترک کرده، یکی پادشاه هست پادشاهی را ترک کرده. من پادشاه نیستم. چی شعار میده؟ لک و الملک، پادشاهی از آن توست. هر کدام اینها این شعارشان هست که لبیک اللهم لبیک، همه را ترک کردیم و رها کردیم و در خدمت استاده هستیم. و این لبیک معانی زیادی داره که از جمله این معانی به این که به معنای اجابت و به معنای محبت و به معنای دوام عبودیت و مقیم در طاعت و خضوع و خشوع، اخلاص، اقرار به این که الله سمیع هست و صدا و صوت ما را می شنود، و همچنین تقرب سوی الله سبحانه و تعالی. واقعا به تعبیر حدیث رسول صلی الله علیه و سلم که می فرماین حجاج هنگامی که حرکت می کنن از میقات و نیت می کنن و وارد احرام می شوند، چنان تلبیه را سر بدهن که اون دشت و کوه و بیابان و اشجار و احجار، سنگ و کوه و بیابان با اونها تلبیه میگه و در حشر اونها شهادت میدهد. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك. پروردگار عالم این سفر مبارک را نصیب همه من و شما بگردان. تا برنامه بعد که باز هم دروس حج در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، همه شما عزیزان و بزرگواران را به ذات یگانه می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت و الشوق طریقی، جیت من فج عمیقی، این من ارکان دینی حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جيت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.